سلام، دیجی داستین هستم. توی برنامه دیگه جیوان شو این هفته کلن اومدم یه جای متفاوت. اینجا مرکز دبیه، یعنی دبی از اینجا شروع شده. یه خور اینجا هسته، اهالی دبی اون موقع چادرنشینا اینجا زندگی می‌کردن، صیاد مروارید بودن و کلن دبی از اینجا شکل گرفته. حالا این خوری که می‌بینین، این لنجا اینجا همه جایی شده که میان بارگیری می‌کنن، بار می‌برن برای بیشتر مواردم به ایران. از اونجا حالا ترانزیت میشه به جاهای دیگه، ولی همه این لنجا تقریبا میرن ایران، میرن بندر لنگه، بوشهر، بندر عباس. آهنگ اول این هفته رو براتون میذارم از دنگ شو، یه آلبوم جدید داره به نام دنگ شو و اسم آهنگش هم دنگ شوه. خیلی راحت کار من راحت کرده، آهنگ بسیار باحالیه. اینو با هم دیگه گوش کنیم. من تا اون موقع برم تو این لنج با بچه‌های لنج زر صحبت کنم، اون تو ببینیم چه خبره. در ضمن این برنامه همینطور که قبلا هم گفتم کار مشترک فارسیوان و رادیو جوانه. نبود چنین مهدر جهان ای دل همین جا، از جنگ میترسانیم گر جنگ شد بوجنگ شد. از عشق جانان جان بده بی عشق نکشاید گره، ای روح این جمعه شو ای عقل اینجا دنگ شو. غذا درست میکنی اونجا؟ چی داری درست میکنی؟ بو ماهی میاد. اه چه ماهی. لنجه کجا میره؟ بندر عباس. بندر عباس؟ چقدر اینجا میمونی؟ چقدر تو تورایی؟ یه هفته اینجا میمونی. خب؟ بعدم تورا خونده 16 ساعت تورایی تا برسی بندر عباس. بعد اینجا تا چهارشنبه چیکار میکنی؟ مثلا بارگیری میکنی؟ بارگیری میکنی؟ یه هفته بارگیری میکنم، بعد از یه هفته دیگه حرکت میکنم. آها، نه همینجا تو کشتی میخوابین اینو غذا اینجا رو میکنم. خب این خودش صفای دیگه هستن دیگه، والا از این هتل هم تازه بهتره. خسته نباشی، برای موفق باشی، قربونت برم. لطف کردی گوشتی ما بیام بالا لنج تو دست در نکنه. بریم آقا، قایقا دادن دست من. این فرمونشه، نمیدونم چجوریه. دیدین این ناخداها که میخوان فرمون بدن قایقا، هی میدن این ور میدن این ور، ما آخر نفهمیدیم میخوان برن راست یا چپ یا کلا چجوریه. مثل ماشینه، دست راست راسته، چپ هم چپه، ولی خب اونجوری سریع جواب نمیده، باید مثلا بپیچونی بعد وایسی ببینی کنونوری میره، حالا موج کنونوری و دوباره اینجوری صافش کنی. مثلا این برنامه اینجوری داره. اردلان تومه وابسته شدم، خصوصا من به شعرش خیلی دقت کردم و خوشم اومد، چون قافیه بندیش خیلی جالبه. اینا هم گوش کنیم با هم دیگه. این فاس چیه؟ وقتی میدونی دوست دارم دیگه ناز چیه؟ قصه این راز چیه؟ که میشی بد باز تا میفهمی که وجودت همه دنیاست. کاش بشه عشق من هم همه دنیاش بشه، دوباره پاک بشه عشق از رو گونم، دوباره بیا تو خونم.
من هنوز در طول این خور دارم قدم میزنم، صفا میکنم، جاتون خالی. آهنگ بعدی رو هم براتون پخش میکنم، آهنگ بسیار قشنگی از ایمان قیاسی به نام پاییز جدایی. اینم گوش کنید. من میخوام برم الان سواری در این قایقاشم برم اون برم. اگه روزمرگی تموم شد، اگه خاطره ها یادتون من از وسطای راه کم نیاوردی، یادت نره یه بعد از آر پاییزی زیر چتر شاخه های چنارا، تون هوایی که تهران خواستنی میشه. یه آهنگ هستش از گروه دویز که با آروین و آراد کار کردن به نام قصه زیر زمین. کم داشت سالیان سال توی زیر زمین ها، با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما. روزگار ما همه شب کتردی، ای دویدیم ای زدیم تا به اوج رسیدیم. خیلی باصفاست، جاتون خالی. کامیار یه کار خیلی قشنگ این هفته داده بیرون، موزیک ویدیو و MP3 با هم دیگه رفتن با حکیم توی تایلند موزیک ویدیو رو ضبط کردن. خیلی باحاله، آهنگش هم خیلی قشنگه، عاشقت میمونم کامیار. دنبالت میگرده چشمای من، میدونی عشقت شده تموم دنیای من. عاشقت شدم، میخوام که تو باشی، بدجوری بسته شدی به نفسم. عاشق میمونم تا همیشه، نمیشه، نه نمیشه،
خسته نباشی. خب جی جی، سیجال، نسیم، زد بازی، آهنگشونو که یادتونه، به اضافه 3:30 تهران مزراتی، بالاخره موزیک ویدیوش اومد ریلیز شد. این موزیک ویدیو چندین ماه طول کشیده ضبطش توی لوکیشن‌های مختلف، حتی تو تهران، دبی و پاریس. تو تهرانی که شده مود تازه راتی و پر مازراتی، بگو واسه تو چی مونده؟ همه چی غرقاتی، نمیتونی حتی دیشن دوست دخترت با کی بوده؟ نه 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 نه، فردا رو نمیخوام، واسه فردا این همه را رو نمیان. چسبیدی این شب و یه بری، هرچی بشه میگم عشقم سلوی نیستیم سینجلا، اینقدر میمونیم بیرون تا چین بره لا، پوستمون گود بشه همه زیر چشا، بگو کی این همه پیمه دیده یه جا. ها ها، ماها تحریم نیستیم، همه گی سوخ میدیم، نمیدونیم با هم سر چی دوست میشیم. دیگه شده مسخره برام اینجا، بس کم سوادت تفریح گذشت مصرف مواد. تهران شیک و پیک و دیگه شیک نی، رستوران بود و شده پیکنیک. تهران کارتونی بود ولی گرگ بردش خوردش میک میک. دیگه رینگ بوکس شد، چش نذاشته میام میگه سوکس دکتا فاش خشنن از آخراش فشنن، ولی باز زمان میکنی ماش مگه نه. تهرانی که شده ماده تازه لطی یا پر مازراتی، بگو واسه تو چی مونده؟ همه چی معاملاتی، نمیدونی حتی دیشن دوست دخترت با کی بوده؟ آدم و تهران شدن حزب با بچوری دنبال وزه ها. دختره بغلم لم داده، طبق معمول شده اول برنامه. چی بگم وقتی اون عمل بنامه، الکلی تا اون که عمل قبل داره. نمیشه دید فرق قشرا رو، برق چشما رو، ولی بازم من ترام میرم با لب خندوم. یه دست به فرمون، یه خط دندون، چون اینجا همه گروه هم پشتت بد میگن، خوب تو روتن، بعد لاش بریشون با تو خوبن، کارشون جور شد جفار و توتن. شدن اسم دختر تو ایران و آنتم میدم بدتر از ایران سر. زدیم شهر رو با هم، میخوایم خسارت ندیم، ولی تا قط نداریم ما، تا حد نداریم ما، میمونیم اما میشنون صدا فانه، نه بیشتر از ما. تهران مال ماه ولی جای ما نی، دیگه بالا شهر همه شدن قاطباتی، انتلک همه کشت و ماورتی، همه بور خوردم یه جای پارتی. آدم حسابی های کوچم من، دیگه همه کوچ کردن، این ور اون ور فراره، این شهر دیگه موندن نداره. یه موقعی معیار خوب و ساده بود، تحصیلات خونواده بود، قبل این که پول و مایه بود، ولی الان دیگه دخترا قشنگ میدونن با کی بخوابن، دختر چیه اینا ماشین حسابن. با این حال اینجا عالیه، فکر خالیه، تو درینک هم مالیه. تهرانی که شده مود تازه لطی یا پر مازراتی، بگو واسه تو چی مونده؟ همه چی معاملاتی، نمیدونی حتی دیشن دوست تکمون علکی میزنی، علکی میخوری، علکی میکن، اینجا علکی خوشی، ولی تقصیر ما که نیست. این شهرونی نیست که بزرگ شدیم توش، همه رو میشناختیم، چی شد گم شدیم، همه چی عوض شد.
خب این هفته همونطور که قبلا هم گفتم یه بچه خیلی خاکی ارگانیک مهمون برنامه ماه. شاید خیلیتون حدس بزنین، درست حدس بزنین، کامیا رو با خودمون داریم. سلام کامیا، چطوری؟ حالت خوبه؟ خوبم مرسی. دیجی داستین، عمو داستین البته من این زمانی میگفتم. بله همینطور که میگی احتمالاً منم ارگانیک هستم. حالا ارگانیک که میگی منظور چیه؟ منظورم اینه که خیلی صاف و ساده ای، یعنی خودتی، همچین خالصی. خود داری. آره من بعضی وقتا میگم آره اشتباهی میگم، آره سعی میکنم خاکی باشم، اما اشتباه میگم چون که در واقع سعی نمیکنم خاکی باشم، یعنی همین که هستم سعی میکنم خودم باشم. خب کامی، میدونم همه باهات آشنایی دارن، ولی میخوام راجع به اون چیزایی که تا حالا حرف نزدی خیلی کوتاه توی دو کلام خودتو معرفی کنی. خب من که متولد تهران هستم. کدوم محلش؟ تا اونجایی که متوجه شدم قیطریه. مثلا که البته یه خورده خاطره دارم، اما 2 سالم بودش. اما تا 5-6 سالگی از پاریس میرفتیم تهران، از دوباره یعنی رفت آمد داشتیم، اما یه کوچولو یادمه، یه مقدار خاطره دارم. آقا داستان این نچرال وایب چیه؟ الان ما هر جا که اسم کامیا رو میبینیم بغلش یه نچرال وایبز هم هستش. نچرال وایب پروداکشنز در واقع مجموعه، یعنی همکاری من با حکیم که همکار منه، که از زمان بلک کت همیشه بوده حکیم، که الان هم با من هست، یکی از هم مثل برادرمه، هم مهمترین همکار من هستش. کامیا یه بخش ما تو برنامه‌مون داریم به نام خیابون فرعی، حتما دیدی دیگه. آره قسمت‌های از اجراهای خیابونی بچه‌ها رو ما پخش می‌کنیم، معرفیش می‌کنیم. تا اونجایی که میدونم تو هم این کار رو میکردی، یه سر برنامه توضیح بده از تجربت اینی که بری توی خیابون موسیقی اجرا کنی و کلن اصلا از کجا شروع شد، چی شد، اولین بار کجا بود، چه احساسی داشتی؟ بله من اونجا دانشگاه میرفتم، دانشکده سوربن میرفتم که دانشکده ای هستش که از همه جای دنیا آدم میاد اونجا. بعد همزمان که دانشگاه میرفتم انگلیسی میخوندم، اونجا هم یه کافتریا بودش که پیانو بود، موزیک میزدیم. حکیم هم یکی دو بار اونجا بردم که دید من اجرا میکردم و خیلی هنرمند بودم، اما شغلم نبود. هی میگفت حکیم میخواد چیکار کنی؟ خب موزیک اینقدر خوب بلدی، میزنی، میخونی، عاشق استیوی واندر، یار چیکار میخوای بگی؟ مگه نمیخوای شغلت بشه؟ میگم چرا، خب چیکار کنم؟ خیلی واسه یه کسی که واسه یه هنرمند خیلی سخته که اگه بخواد این شغلش بشه اصلا نمیدونه چه مسئولیتیه، یه چیز وحشتناک سختیه. اما حکیمی که کارش حرفه‌ای بودش، همه جا میزد، تو جاز بار و کافه کنسرت و همه جا میرفت سفر میکرد، میدونین، اون یه کاریو سالهاست که میکرد، اینه که در کنار کنسرتاش همیشه شروع کرده بودم، همیشه تو خیابونهای پاریس میزد، چه تو مترو، تو خیابونهای پاریس، جلوی کلیسا، حالا اونایی که فرانسوی میشنون مثلا جلوی این کلیسای نوت‌دام یا شانزلیزه، یا توی مترو، توی ایسکا، توی خود قطار، میدین جلوی فتریا اون میزد. به من گفت تو باید بیای در واقع اولین قرون تو اینجوری شروع کنی، باید موزیک رو واقعا بفهمی، سختیشو بفهمی، باید واقعی بشی قبل از اینکه جای دیگه ببرمت، کارهای دیگه بکنیم، گروه تشکیل بدیم، فقط من و تو، شاید مکسیموم یه نفر دیگه اسمش کمل بودش، که واقعا مثل سه تا موسکتر بودیم. نمیتونم بگم به خاطر بی پولی بودش، نه، چون پدر مادری داشتم که اون زمان وضعشون البته از ایران اومد خوب بودش، اما متاسفانه چی میگن، یه چیزی باعث شد که یه مقدار اون بیزنسی که داشتن ورشکست شدن، و اونم البته بیشتر منو در واقع کمک کرد که برم خیابون بخونم. چرا میگم کمک؟ چون اونجا خیلی یاد گرفتم، و حکیم خلاصه و کمل منو به من یاد دادن که خیابون بخونم و منو هل میدادن، و سخت‌ترین حرکت بودش که تکون نخورین، الان این کلا رو واسهتون میارن، کلا شاپو، که اینو این کلا رو که میبینین، بعد از اینکه بخونم سخت‌ترین حرکت بود که برم کلا رو بردارم و بیام
ردشم و پول بگیرم از مردم، که یک حرکت وحشتناک سختی بود چون آدم تجربه که نداره فکر کنه که چیز خیلی چیپه. البته بستگی داره از چه زاویه داستان رو نگاه کنین. اما از خواست پول، شما آواز بخونین و پول بخواین از مردم، یه چیز خیلی سختیه. اما اون پول که نمیشد کار خاصی باش کرد، فوقش آدم میرفت سه تا ساندویچ میخرید و تو این سالهایی که خیابون در کنار دانشگاه رفتن من میخوندم، خب یه مقدار پولی که میمون بعد از اینکه تقسیم بر سه میکردیم، یه زمانی بود، یه سال دو سالی بود که خیلی سخت شده بود وضع ما. و چیزی که شدش اینه که اون باقی مونده اون پولو من میرختم توی سبد، خونه میرسیدم واسه مادرم که بریم مثلا میدونی حالا یا غذا بگیریم یا هر چی، که اشک مادرم هم در میومد و که این حرکت رو میکردم، چون اون خیلی قلبش میشکست که این کار رو میکردم. اما نه قلبش بشکنه که دارم کار بدی میکنم، یعنی چرا چه روزگاریه که بچه‌م داره میره میخونه و پولو میریزه توی سبد، اما من انقدر با لبخند و خنده و انقدر خوشحال میومدم خونه که میگم نه چقدر کار زیباست که آخر منو هر دفعه هر روز بغل میکردش و خود احساساتی شدم اینا تعریف میکنم. اما به هر حال بهترین تجربه زندگی من این بودش که تو این خیابونای پاریس میخوندم و میتونم یه تیکش رو اگه دلتون میخواد همین جوری، حتی شاید نمیدونم با گیتار یا بدون گیتار، چون من گیتار نمیزنم، من پیانیست هستم، اما الان متاسفانه با این شرایط پیانو تو سالونه که نمیشه زن. اما این آهنگی که ساختم اسمش هستش کلا شاپو، همین آهنگی که در مورد زندگیمه. شما در واقع باید تصور کنین که انگار من دارم اینو واسه جمعیت میخونم امروز این آهنگو، و دارم واسه این جمعیت تعریف میکنم داستان زندگیمو. میخواستم انگار میگم به قول فرهاد جماعت جماعت، یعنی ببینین من از کجا اومدم و داستان زندگیمو بگم که ببرمتون گذشته و بگم که این داستان زندگیم چجوری شروع کردم و کلا شاپو چرا کلا. این کلا رو مجبورم بذارم سرم الان که این آهنگو بخونم. خب البته معمولا ریتمی تره، من یه مقدار یواشتر میخونم، احساسی تر که بیشتر تمرکز کنی نوشه. میگه و در واقع راجب من و حکیمه، باید تصور کنین که حکیمم رفیقم هست که پیش من هستش. با یه گیتار شکسته، یه جین پینه وصله، یه رفیق خسته که به پای من نشسته. به گذشته بریم که کلاما بگیرم به جای سکه و نقره، با شما عشق بگیرم. کامیار راجع به موزیک ویدیو جدید یه ذره من توضیح بده. میبینم که رفتین تایلند با حکیم و اونجا ضبطش کردیم، چجوری بود؟ بله، با حکیم و آقای بهنام مکری سه نفر بودیم که رفتیم تایلند. بیشتر شهر پوکت بودیم و باستی بگم که یکی از بهترین سفرهای زندگیم بودش. و البته میدونم جالبه، متاسفانه تایلند و یه مقدار جوری که آقایون راجبش صحبت میکنن، میدونین یه مقدار خیلی آدم فکرهای بد متاسفانه میکنن از تایلند. اینو میخوام روک بهتون بگم، ببخشید. اما به نظر من این کشور انقدر کشور زیباست، انقدر میتونه کشور رومانتیک هم باشه. جالبش اینه که چقدر همه چی هم ارزونه، آدم میتونه مثل پادشاه زندگی کنه و حتی واسه تفریح. انقدر نمیدونم چجوری بگم، انقدر جنگلش وحشیه، انقدر حیواناش و فیل و میمون و اصلا صدای حیوانایی میشنوین که اصلا نمیدونین حیوانا وجود داشت. راه میرین این بر روتیل است، اون بل یه کبرا است، اصلا خیلی هم عادیه. یارو یه روز رفت تو آسانسور، هم گفت یه کبرا بود، دوباره گفتم باشه من آسانسور بعدی رو میگیرم، اصلا خیلی عادی. شوتینگ ویدیومون 20 روز بود، اما ما دو تا ویدیو گرفتیم، یکیش آهنگ عاشق میمونم، یکیش هم یه آهنگ دیگه است که ادامه داستان عاشق میمونم، یعنی آهنگ دومی که قراره مثلا فکر کنم تا دو ماه دیگه با همون رادیو جوان در بیاد، که رادیو جوان سپانسر آهنگه
عاشق میمونم هستش. اون آهنگم قرار در میاد که ادامه‌شه که ببینیم که چه مصیبتایی میشه. داستان این فیل سواری توی ویدیو چطور بود؟ شنیدم خیلی ترسیده بودی. وای وای نگو. فیل سواری یعنی میدونم که تو ویدیو زیاد نشون نمیده، چون که دیگه مثلا شاید بین 3-4 ساعتی که من رو این فیل بودم داشتم عرق میکردم و زج بکشم، شما فکر کنین شاید 30 ثانیه بهترینش رو داریم میبینیم، اما انقدر ترسناک بود. منم هم دارم میترسم روی این فیل، آخه من که قیافم میاد، من نکنه اینجا یه هدفونه، یه گوشیه اینجا، من فیل سوار که نیستم، اسبشم به زور سوار شدیم، حالا فیل مثلا 3 برابر یه اسب. خلاصه میخواستم که واقعا ریسک کنم که یونیک ترین شات ها رو داشته باشم و با اینکه خیلی میترسیدم به یارو که سوار فیل بود با من، چون یارو یه آدمی هستش که به خاطر چجوری بگم که واسه امنیت پلو ما باشه و در واقع به فیله بگه چی کار کنه، چون حرف منو گوش نمیکنه که حرف یارو رو گوش میکنه. اما من به یارو پولی دادیم، گفتیم تو برو پایین، اصلا برو جلوی کمرم وای نستا، برو اون بر. اون رفت 500 متر اون بر، منم من بدبخت توی جنگل روی فیل سوارم، اما با کمال پررویی دارم میگم عاشق میمونم، مثلا بشکنم دارم میزنم، فیلم داره اعصابش خورد میشه، یه صداهای عجیب غریبی در میاد مثل زلزله، اصلا میلرزه اینجوری، تو منم عاشق میمونم تا همیشه اینجوری، اما با کمال پررویی میخوام این شات بگم بهنام جون مادرت گرفت این شاتو گرفتین، بعد مثلا میگه نه دوباره باید بگیریم، یه چیز عجیب غریب بود که رنگم میاد. اما خیلی تجربه خوب بود، اما اونجا فهمیدم که واقعا یک مرد پررویی هستم. کامیا جان متاسفانه زیاد وقت ندارم، باید مصاحبه رو رپش کنم به قول معروف، ولی همیشه آخر مصاحبه یه وقتی میذارم میگم اگه صحبتی چیزی داری میتونی اینجا بگی. واقعا اتفاقا یه حرفی دارم که همین الان فکر کردم اومد تو مغزم، اینه که اگه دقت کنین تو خیلی اینترویو ها، یعنی من بگم مثلا 100 تا اینترویوی که شاید تو زندگیم داشتم 90 تاش اقلا من همیشه راجع به مادر بزرگم صحبت کردم. اینو به خدا مردم ایران همه تک تک ایرانی ها تقریبا شاهد هستن. و همیشه موقع عید میگفتم که مثلا چی دوست داری بشه و اینا، من جواب میدادم که دلم میخواد مادر بزرگم، مادر بزرگ کردم، کرد مهاباد، خوابم اینه که مادر بزرگم رو ببینم، یعنی واقعا بزرگترین آرزوم اینه که مادر بزرگم ببینم. و میخواستم بهتون بگم که براخره بعد از 10 سال مادر بزرگم رو که 93 سالشونه بالاخره در شهر وان، در شهر وان ترکیه که کرد نشینه، بالاخره خدا رو شکر مادر بزرگم رو دیدم، یک فرشته رو دیدم، یعنی به من جون داد واقعا، یعنی انقدر دستشون رو ماچ کردم که نمیدونین، انقدر فیلم برداری، انقدر من رو نصیحت کردن و ایشالله که 100 سال دیگه زنده باشن، من به آرزوم رسیدم، یعنی سال دیگه به من پس آرزو چیه، من میگم آرزوم رسیدم به خدا. تک تک فنامو واقعا از ته دل میگم دوست دارم، سعی میکنم تا نهایت حرفشون رو گوش کنم، نصیحتاشون رو گوش کنم و مسیجاشون و پیغاماشون رو جواب بدم، اما به خدا معذرت میخوام خیلی سخته بعضی وقتا به همه جواب بدم، به بزرگی خودتون منو ببخشید و ما ادامه بدین، حتما منو مسیج بدین روی اینستاگرام، فالو کنین منو رو فیسبوکم، حتما منو فن پیجم رو لایک بزنین که فن پیجی دارم به خاطر یه مسئله دوباره راه انداختم این فن پیج رو، واسه همین شمارش داره دوباره میره بالا. اگه اجازه بدین عمو داستین دیجی داستین آدرس رو بگم، آدرس فن پیج فیسبوک هم هستش کامی آر میوزیک که میشه KAMY R میوزیک. اینستاگرام هم هستش کامی آر سینگر، کامیارش فرق داره البته، این یکی هستش KAMYAR سینگر که دیگه بلدین خواننده. خلاصه در تماس باشیم، عاشقتونم و از شما الهام میگیرم و واقعا داستین تو یه رفیق قدیمیم هستی و با هم لس آنجلس بودیم و خیلی خوشحالم که موفق هستی، فارسیوانو دوست دارم، مرسی از راجو جوان، خلاصه عاشق تک تکتونم، مرسی که وقتت به ما دادی. مرسی، من دیگه کلامو اینجوری کردم، پول نمیخوام، عشق میخوام. قربونت برم. خداحافظ. 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 امید دیدم. خب، اینا از مصاحبه این هفته با کامیار.
بریم به ادامه بازارگردیمون، ببینیم به کجا میرسیم. کلا رو میدم دو تا این کلا رو هم بتونم عوض میکنیم، من کلا میدم به نعینا میگیرم. اینجا ماشاءالله. How are you? How are you? Very nice, very nice. How are you? Very nice. اینجا همه با من فامیلن، همه منو میشناسن. بیا یه فامیلی دیگه اونور پیدا کردم. نمیدونستم انقدر معروفم. این سمبوسه کثیفا رو می‌بینی؟ انقدر خوشمزه‌ن. چیزیه واسه خودش. خب ما اومدیم حالا توی این کوچه فری بازار، خیابون فری این هفته رو هم نگاه کنید. چطوری آجی؟ خسته نباشی. گروه آمانجی اگه یادتون باشه ازشون قبلا یه کار پخش کرده بودم. این هفته رفتن یه کار جدید، یعنی ترک جدیده که اجرا کردن تو تهران. از قضا ببینین با چی دارن فیلم برداری میکنن. سونی یکی از موزلایی که آدم همیشه داره وقتی میره مسافرت باتری این تلفن هاست. بعضی از این گوشی ها دیدین باتریشون خیلی زود تموم میشه، دردسریه. حالا باید برگردی هتل رو شارژ کنی و بعضی موقع این دو شاخه ها نمیخوره اونجایی که میریم، باید تبدیلش رو بگیرین. خلاصه کلی اذیت میکنه آدمو. این سونی اکسپرس زی 3 واقعا منو سورپرایز کرده. باتریش خیلی دووم داره. شما 48 ساعت خودشون قول میدن، میگن شما میتونین استفاده بکنین و روی استندبای باشه و این باتریش احتیاج به شارژ کردن نداره. من دیروز که نگاه کردم به باتری این 34% بود، امروز هم الان روشنش کردم رو استندبای بود، البته تا الان همون 34%. حالا جالبیش اینه که توی منیوش یه فانکشنایی داره که شما میتونین اینا رو روشن بکنین و از عمر باتری یا دوام باتریتون رو بیشتر بکنین. برای مثال آنتن وایفای یا اینترنت خیلی باتری مصرف میکنه. یه دونه از این فانکشناشون که وقتی روشن میکنی اینه که دنبال آنتنایی رو که نمیشناسه نمیره، اونایی که میشناسه از قبل و بهشون کانکت شده به اونا فقط کانکت میکنه و از این میتونه چیکار کنه، دوام باتریتون رو بیشتر بکنه. رسیدیم آخر برنامه این هفته. جاتون خالی اومدیم یه دونه از این چلو کبابیه محلی اینجا نشستیم، غذا سفارش دادیم. منم باید زود خدافظی کنم به خدمت اینا برسم. دکتر راز اگه میدید من دارم اینا رو میخورم خیلی ناراحت میشد. برنامه دکتر راز رو نگاه کنیم. برنامه ما کامنتاتون رو، عکسی چیزی اگه دارین از خودتون در حال شنیدن موزیک، پیشنهاداتتون رو و حتی اگه سوالی دارین توی قسمت کامنت زیر لینک برنامه توی فیسبوک فارسیوان برای ما بذارین، ما در اسرع وقت بهتون جواب میدیم. در ضمن هشتگی ما رو میادتون نره، هشتگ منو موزیک سرهم به فارسی، هشتگ J1. VPN هم که حتما میدونین چیه دیگه، استفاده کنین برای که دسترسی پیدا کنین به یوتیوب و
فیسبوک. تا هفته دیگه برنامه دیگه جیوان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. منم برم به اینا برسم. آخ کلندن سوتو کو